امروز میخوام در مورد روح و ارواح باهاتون صحبت کنم. میخوام ببرمتون شهرهای جنزدی GTA. شوخی کردم. امروز میخوام در مورد شهرهای مخفی سری بازی های GTA باهاتون صحبت کنم. پس به اپیزود جدید از بازیمون خوش اومدین. آقا اول بذاری من داستان نقشه‌های مخفی رو بهتون بگم. خب این نقشه‌ها که توی اینترنت به شهرهای ارواح هم معروف هستن، در واقع یک سری استدهای بازی هستن که در بازی‌های مختلف موارد استفاده مختلف داشتن. تیم سازنده این استدها رو تو جاهای مختلف بازی مخفی کردن و در شرایط معمولی هم برای گیمرها تقریبا غیر ممکنه که به این قسمت‌های بازی دست پیدا کنن. ولی از اونجا که ما کلی خوره تو بازی GTA داریم، از جمله خودم، این دوستان رفتن فایلای این بازی ها رو بررسی کردن و موفق شدن یک سری راه برای رسیدن به این شهرها پیدا کنن. توی این ویدیو من یک سری از این شهرها رو برای شما لیست کردم که امیدوارم از دیدن این اطلاعات لذت ببرین. برای شروع باید بریم به GTA 3. برای رسیدن به این شهر شما هیچ گونه کد یا تقلبی نیاز ندارید. به فرودگاه برید و یکی از این هواپیماهای ملخی رو بردارید. اون N داخل نقشه رو در نظر میگیریم و به سمت اون میریم. همینجوری به رفتنتون ادامه میدید تا این جزیره رو رد کنید. بعد یه خورده منحرف بشین و ولا به شهر ارواح خوش اومدین. حالا اینجا دقیقاً کجاست؟ به نظرتون آشنا میاد نه؟ مخصوصا اگه این بازی رو زیاد بازی کرده باشین. یه خورده فکر کنین؟ درسته. اینجا اونجاییه که دموی اول بازی ازش شروع میشه. بله، دموی اول بازی با انجین خود بازی رندر شده. تیم سازنده برای خلق این کاتسین یک سری اسد درست کرده. البته نه به طور کامل، فقط اون چیزایی رو که جلوی دوربین قابل مشاهده هستن. شاید براتون جالب باشه که بدونید این ساختمون‌ها هیچ کدوم پشت ندارن و فقط مثل یه ورقه هستن که پشت هم ندارن و هیچ گونه قانون فیزیکی هم اینجا جواب نمیده. واقعا برام سواله که سازنده ها چرا این بخش رو داخل بازی نذاشتن؟ چون خب اینجا لیبریتی سیتیه. بازی هم که توی لیبری سیتی اتفاق میفته. واقعا شما دلیلش رو میدونید؟ اگه میدونید برای من تو کامنت ها بنویسید. برای شهر بعدی بریم به جایی که من عاشقش هستم، سان اندریاس. جایی که هرچی ازش بدونیم تمومی نداره. البته من این نکته رو قبلا توی یکی از ویدیوها گفتم، ولی خب برای شهرهای مخفی هم باید بگمش. شما توی این ماموریت باید به لیبریتی سیتی برید و یکی از مافیای اونجا رو بکشید. اونم توی زمستون. به به. فضای ماموریت توی رستوران سربسته است و شما اجازه خروج از این ساختمون رو ندارید. ولی شما میتونید از این خونه خارج بشین که آموزشش لینکش میاد این بالا. شما بدون چیت زیاد نمیتونید توی این شهر بگردید، ولی با چیت کد میتونید تا حدود این شهر رو دور بزنید. ما فقط یه قسمت خیلی کوچیک شهر رو در اختیار داریم، ولی اون چیزی که واضحه و مبرهنه، سازنده ها دقیقاً از استهای بازی سوم برای بازسازی این شهر استفاده کردن. حالا بذارین یه سری لوکیشن هایی رو بهتون نشون بدم که توی هر دو بازی موجوده. دیدنشون میتونه خارج از لطف نباشه. خب همونطوری که میبینید تکسچرها به مراتب جزئیات کمتری داره، چون خب قرار نبوده کسی اینجاها رو ببینه و هیچ کدوم از استهای مربوط به چراغ‌های راهنمایی رانندگی توی بازی لود نشده. اینم یه سایه از یه ماشین که خب 100% قابل استفاده هم نیست. درخت‌ها رو که دارید میبینید چه شکلین؟ یا مثلا این تابلوی نایت کلاب رو نگاه کنید. یا تکسچرهای روش اصلا هیچ کدوم لود نشده. خدایی نمیدونم چجوری بگم، گشتن توی این خیابونها واقعا برای من لذت بخشه. حتما امتحانش کنید، ولی یادتون باشه که حتما از چیت کد باید استفاده کنید، وگرنه داخل زمین فرو میرید. حالا بذارید بریم به جدیدترین بازی این مجموعه، شهر نورت یانگ. اینجا براتون آشنا نیست؟ یه خورده فکر کنین. بله، اینجا دقیقاً همونجاییه که GTA 5 ازش شروع میشه، همونجا که ما بانک میزنیم. در طول بازی ما یه بار دیگه هم به این شهر برمیگردیم، ولی بازی هیچ وقت این اجازه رو به شما نمیده که داخل این شهر به گردش بپردازید. متاسفانه تنها راه رسیدن به این شهر از طریق ماده، چون خب نقشه این شهر توی آسمون هاست و نمیشه بهش
دسترسی پیدا کرد. اما وقتی که شما توی این شهر میرسین کلی ایستر اگ و نکته جالب وجود داره. مثلا همون بانک اول بازی، این اتاقی که شما گروگان‌ها رو توش میندازید، یه اتاق امنیتیه و راکستار تمام دوربین و تجهیزات این اتاق رو با دقت طراحی کرده و بله این دوربین ها همشون کار میکنن. نکته بعدی در مورد ایستر اگ آدم فضایی ها توی این بازیه که فکر میکنم دیگه همتون در موردش میدونید. یه آدم فضایی زیر این لایه یخ فریز شده. بذارید یه چیز جالب تر بگم. این مجسمه رو ببینید. یه سمور خیلی گنده. شما رو بدن این سمور امضای سازنده های این بازی رو میتونید ببینید که اینجاست. آقا اگه قرار نبوده کسی بیاد اینجا، چطور اونا همچین ایسترک هایی رو توی بازی گذاشتن؟ شما یه نقشه از شهر هم میتونید ببینید که در واقع هیچیش معلوم نیست. حالا به اون کلیسایی برید که بغل قبرستونه. شما یه تابلو اعلانات میبینید و یه نفر که گربهشو گم کرده. شما با تلفن آگهی تماس بگیرید و فکر میکنید چی میشه؟ یه نفر داد میزنه که دیگه به من زنگ نزن. و در آخر هم شما رو به جنوب نقشه میبرم. اینجا ایسترگه خاصی وجود نداره، فقط میخوام شما رو به دیدن جزئیات این قسمت از نقشه دعوت کنم و اینکه تیم راکستار با چه دقتی اینجا رو طراحی کرده، در حالی که عملا اصلا کسی قرار نبوده اینجا بیاد. آقا خیلی GTA کردیم. بذارید یه کوچولو در مورد رد ددم بگم. دوستان به کورما خوش اومدین. بخش از داستان رد دد توی کورما توی این جزیره اتفاق میفته. اگه بخوام دقیق بگم یه چپتر بازیه. بعد از پایان این چپتر شما دیگه هیچ وقت به این جزیره بر نمیگردید. ولی اون چیزی که اکثر ما نمیدونیم اینه که این جزیره قرار بوده خیلی بزرگتر از این چیزا باشه که الان ما داریم میبینیم. در واقع قرار بوده اندازه مپ اصلی بازی باشه. این اطلاعات توسط بررسی فایل های بازی به دست اومده و حتی اونو موفق شدن یه نقشه هم براش درست کنن. از همه جالب‌تر اینه که یه آتش‌فشان در مرکز این جزیره وجود داره. شما با استفاده از مات‌ها میتونید حدوداً ببینید که این آتش‌فشان تقریباً چه شکلیه. یه کوه که تکچرهای خیلی کمی هم داره. حالا از اون جالب‌تر اینه که توی فایل‌های بازی هکرها بلیط پیدا کردن که باهاش شما میتونستیم به کورما برگردین. خب گفتم دیگه این مپ قرار بود یه مپ بزرگ قابل گشتن باشه. ولی از همه مهمترین عکسی که از فایل‌های بازی به دست اومده که آرتور و همسرش با یه قایق به سمت این جزیره میرن. که خود این ثابت میکنه قرار بوده ما کلی ماموریت دیگه توی این جزیره داشته باشیم که تمامی اونا بنا به دلایلی که ما نمیدونیم از بازی حذف شدن. آخرین نکته در مورد این جزیره اینه که شما توش میتونید حیوانات رو ببینید که آزادانه توی این جزیره میچرخن و حتی به جاهایی از نقشه میرن که تکسچر نداره. حالا از همه اینا جالب‌تر کوسه‌ای بود که در آب این جزیره پیدا شده و تنها کوسه‌ای بود که تو کل بازی تا به حال دیده شده. من فکر میکنم کلی نکته دیگه در مورد این جزیره وجود داره که ما هنوز ازشون اطلاع نداریم. و حالا جدیدترین جزیره‌ای که همین چند وقت پیش توی GTA آنلاین پیدا شد. شهر کایوپوریکو در GTA آنلاین. نکته جالب در مورد این شهر اینه که ما کلی اسد از بازی رد دد و حتی مکس پین رو میتونیم توی این شهر ببینیم. توی این شهر ما کلی عکس و رفرنس به بازی رد دد 2 میتونیم ببینیم. ولی همه اینا به کنار، این هیولایی که در آخر نقشم هست به کنار. حالا فهم میکنید این چیه؟ این هیولا در واقع قرار بوده در بازی رد دد باشه و حتی در بیلد بیت های این بازی هم وجود داشته، ولی خب از بازی کنار گذاشته شده. توی فایل های این بازی هکرها حتی صدای این هیولا هم پیدا کردن. البته ایسترک های این شهر به اینجا ختم نمیشه، ما کلی ایسترک هم زیر آب داریم که من دیگه زیاد بهشون نمیپردازم. آخرین نکته جالب در مورد این شهر اینه که در سال 2019 اطلاعات این شهر به بیرون درز کرد و خیلی ها فکر میکردن که این اطلاعات مربوط به GTA 6 که خب الان ما میدونیم که به هیچ وجه اینجوری نبوده. خب دوستان این هم از شقای ارواح بازی های GTA و Red Dead. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین. اگر دوست دارید ویدیو توی این سبک بسازم حتما تو کامنت ها برام بنویسین. و در آخر مرسی که این ویدیو رو نگاه کردین و امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. یادتون نره کلید سابسکرایب رو بزنید تا حتما برای من کامنت بنویسین، چون کامنت های شما برای من خیلی مهمه. زنگوله رو بزنید تا از اپیزود بعدی من مطلع بشین. در توضیحات این ویدیو لینک اینستاگرام، تلگرام و دیسکورد زدم. وارد بشین و باز بشین تا اپیزود بعدی. خدا نگهدار.